درس اول، خودکارآمدی چیست؟ خودکارآمدی مقیاسیه که مشخص میکنه چقدر به خودتون ایمان دارین که کاری رو با موفقیت به پایان برسونید. نشون میده که چقدر برای انجام کاری پافشاری میکنید یا اینکه کم میارید. چقدر به برنامه چالشی که کمک میکنه به هدفتون برسید پایبندین تا به نتایج بلند مدتی دست پیدا بکنید، مثل رژیم یا ورزش. چه مدل هدفهایی رو برای خودتون قرار میدین؟ اعتقادی که شما به تواناییاتون دارین زندگیتون رو شکل میده. روی فکر، احساس و عملی که انجام میدید تأثیر میذاره. اگه خودکارآمدی پایینی داشته باشین، تمایل دارین مسیر رو ترک کنین، چون فکر میکنین که رسیدن به رویاتون غیر ممکنه. فقط به این دلیل که پتانسیل لازم برای رسیدن به هدفتون رو در خودتون نمیبینین. خیلی مهمه که بدونید خودکارآمدی به نوع کاری که انجام میدید مربوطه. ممکنه که شما توی آشپزی خودکارآمدی بالایی داشته باشین، ولی توی رانندگی خودکارآمدیتون پایین باشه. به عبارت دیگه ممکنه که وقتی دارین آشپزی میکنین اعتماد کاملی به خودتون دارین، ولی تو رانندگی نه. اگه خودکارآمدی بالایی داشته باشین براتون آسون‌تره که توی زمینه‌های دیگه هم موفق بشین. به همین دلیل ما میتونیم آدما رو به دو گروه تقسیم کنیم: افرادی که به طور کلی خودکارآمدی بالایی دارن و اونایی که خودکارآمدی پایینی دارن، که توی درس‌های بعدی فرقشون رو بیشتر توضیح میدیم. ممکنه فکر کنید که فرقی بین خودکارآمدی و عزت نفس وجود نداره. تفاوت این دو اینه که خودکارآمدی اعتقادی است که شما به تواناییاتون دارید، ولی عزت نفس یعنی به ارزشمند بودن خودتون اعتقاد دارید. این دوتا میتونه نواحی مشترکی داشته باشه، ولی لزوماً یکی نیستن. وقتی عزت نفس دارین خودتون رو آدم ارزشمندی میدونید، ولی میدونید که توی رانندگی توانایی ندارید. حالا اگه رانندگی برای شما معیاری برای ارزشمند بودن خودتون نباشه، تأثیری روی عزت نفستون نمیذاره. لازمه بدونید که خودکارآمدی چیز مثبتیه و اصلا به معنای خودنما بودن نیست. افراد با احساس خودکارآمدی بالا توانایی روبرو شدن با چالش‌های مقابلشون رو دارن، ولی افراد خودنما دنبال این هستن که به بقیه ثابت کنن که چقدر آدم فوق‌العاده‌ای هست. برای جلوگیری از خودنما بودن یک توصیه زنده بودایی وجود داره به نام شوشین، به معنای ذهن مبتدی. اگر حتی آدم حرفه‌ای هستین فکر کنین ابتدای کار قرار دارین. این قضیه موجب میشه که همیشه ذهن باز و اشتیاق به یادگیری داشته باشین و پیش قضاوت نداشته باشین. شان یو سوزوکی از ماک‌های بودایی میگه که برای ذهن مبتدی فرصت‌های زیادی وجود داره، ولی در ذهن یک انسان خبره تعداد کمی. با ما در ایست موشن همراه باشید.